گذرا که ضمن افزایش بهره‌وری علاوه بر تداوم پروژه های عمرانی، دستور رئیس جمهور بر این اساس هست که با تاکید دولت پروژه های بالای 90% رو ما بتونیم امسال هم به بهره‌برداری برسونیم. پروژه های متعددی هستن که به بهره‌برداری رسوندن اینها کمک زیادی در اشتغال های جدید خواهد کرد. علاوه بر این در دولت بحث شد که بعضی از اشتغال ها دیگه برگشت ناپذیر هستن یا در افق نزدیک یک ساله احتمال برگشت پذیری برخی از شغل ها داده نمیشه. بنابراین تاکید شد که برنامه هر وزارتخونه برای جایگزین کردن این نوع شغل ها و همچنین ایجاد اشتغال های خرد و کوچک متوسط رو دنبال بکنه. ضمناً گزارشی هم در جلسه دولت داده شد از تولید ماسک 95 و کیت ها و ماسک های سلایه. خوشبختانه ما در این زمینه هم با همکاری که مردم کردن و کارگران ما، مدیران ما در صنعت همکاری که صورت گرفت، شرکت های دانش بنیان ما با وجود تحریم ها و تنگناهای های ظالمانه که آمریکا ایجاد کرده، ما در این بخش موفق بودیم. امروز امکان صادرات برای ما فراهم شد. در جلسه دولت بحث شد هم در N95 هم در سلایه ما ظرفیت صادرات داریم. مقرر شد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ذخیره چند ماهه خودش رو برداشت بکنه، ذخیره سازی بکنه و پس از ذخیره سازی با نظر وزیر بهداشت که ذخایرمون الان به اندازه یک شرایط احتمالی بحرانی هست، اجازه صادرات هم داده بشه. اینها علاوه بر ضدعفونی کننده هایی بود که از قبل بود، این هم خبر خوبی هست. و در ونتیلاتور هم به هر حال هنوز نیاز به تولید بیشتر برای داخل داریم. خوشبختانه تخت های حدود 1000 تخت هم اضافه شد با ونتیلاتور. اینها در حال در مواقع بحران به ما کمک زیادی خواهند کرد. علاوه بر 400 تختی است که در آی سی یو ایجاد شده، 1000 تخت هم در حقیقت مثل آی سی یو عمل خواهند کرد با دستگاه هایی که برای اونها ایجاد شده.